آیا روسیه در آستانه حمله به اوکراین است؟ این حمله احتمالی چه تأثیری بر جهان خواهد گذاشت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. افزایش احتمال حمله روسیه به اوکراین ده ها کشور جهان از جمله آمریکا و بریتانیا از اتباعشان خواستند اوکراین را ترک کنند. تنش‌ها در دو ماه گذشته به شکل روزافزونی افزایش پیدا کرده و روسیه بیش از 100 هزار نیروی نظامی در مرز با اوکراین مستقر کرده. با این وجود مسکو میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد. همزمان اما ناتو اعلام کرده ریسک درگیری بسیار بالاست و آمریکا هم گفته هر لحظه ممکن است روسیه حمله کند. در این برنامه به زمینه این تنش و تبعات حمله احتمالی روسیه به اوکراین می‌پردازیم. سه مهمان داریم: تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، و مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس. اجازه بدید اصلا از لس آنجلس شروع کنیم. آقای بروجردی، شما فکر می‌کنید که چقدر خطر جنگ جدیه؟ با عرض سلام خدمت شما بینندگان و همچنان دکتر اتابکی و دکتر متین، عرض کنم که خطر جنگ وجود داره، ولی من فکر میکنم که نباید درباره اون اغراق کرد. هنوز زمان برای دیپلماسی باقی هست. میشه به یک توافقی رسید که از یک جنگ خانمان سوز در اون منطقه اروپا جلوگیری کرد، با در نظر گرفتن اینکه به هر حال فکر میکنم که اگر ما واقعا بخوایم مسئله رو حل بکنیم، نمیشه نگرانی های امنیتی روس ها رو جدی نگرفت، بهشون وقعی نگذاشت، و از سوی دیگه باید موقعیت کشورهای غربی رو هم در رابطه با مسئله دفاع از آزادی و اینکه کشورها حق انتخاب داشته باشه اون را هم به اصطلاح مهم شمرد و به توافقی در این راستا دست یافت. اجازه بدید من این نکته رو برای طرح مسئله مطرح بکنم. این که به این من معتقدم در روابط بین الملل ما با این پدیده روبرو هستیم که بعضی کشورها هستن که جغرافیا به اونها کمک کرده و بعضی کشورها هستن که جغرافیا برای اونها واقعا نگرانی به بار آورده. برای مثال امریکا رو شما نگاه کنین، دو تا اقیانوس بزرگ در دو طرفش سبب شده که حد زیاد این امنیت رو حس بکنه. در مورد روسیه ما یک چنین چیزی رو نمی‌بینیم. کشوری است که بخصوص در قرن 20 با حملات بسیاری روبرو بوده و بنابراین این نوع نگرانی که دولت روسیه و آقای پوتین دارن رو من فکر می‌کنم اگر ما تحلیل‌هایمون نخواهیم واقعا جدی بگیریم، از بعد احساساتیش، از بعد ایدش، از در تحلیل منطقیمون و فقط با اصلا بکنیم که روس ها تجاوزگر هستن، فکر نمی کنم تحلیلمون به زیاد جای خواهد رسید. بسیار خوب، بذار بدید نظر دو مهمان دیگر هم بپرسیم که اصلا اونا فکر میکنند به سرنوشت قراره به کدوم سمت بره، و بعد برمیگردیم برای تحلیل دلایل. آقای اتابکی، شما چی فکر میکنید؟ با درود به شما، عرض ادب و احترام دارم دکتر متین، همینطور دکتر بروجردی. اجازه بدید که بگم که من گمان میکنم که این کارزار تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای که به راه افتاده لزوماً به یک رودررویی ختم نخواهد شد، به خاطر اینکه اراده جنگ رو نه در جمهوری فدراتیو روسیه و در کرملین من می‌بینم و نه در واشنگتن در کاخ سفید. تلاش می‌کنن که راهی پیدا کنن برای به دست آوردن امتیاز، اما فراموش نکنیم که چیدمان نظامی به گونه‌ایه که هر تلاش در حقیقت غیر قابل حساب شده ای می‌تونه یک آتشی به این خرمن تقابل بزنه. یعنی به ضرس قاطع نمیشه گفت به قول عهد عمامه که جنگ نخواهد شد، اما به هر صورت هر دو طرف تلاش میکنن که این در حقیقت از جنگ جلوگیری کنن. چرا در حقیقت این جنگ به این وضعیت به این شکل به دست آمده رسیدیم؟ به خاطر اینکه به داوری من روسیه نگرانی های خودش رو داره و نگرانی هایی داره که بخشیش برمیگرده به
داستان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام‌های برخواسته از اون، برخی برمیگرده به شخصیت آقای پوتین که اگر فرصت باشه در گفتار بعدی بهش اشاره می‌کنم. ممنونم، حتما به دلایل خواهیم پرداخت. آقای متین، شما فکر می‌کنید چقدر خطر جنگ جدیه؟ بله، با سلام به دکتر بروجدی و دکتر عطابکی و بینندگان عزیزتون. من هم فکر می‌کنم که احتمال حمله به اوکراین از طرف روسیه خیلی کم هست و این که این همه دولت‌های غربی ایالات متحده میگن که خطر قریب الوقوع است، به نظر من بخشی از یک استراتژی خیلی پیچیده است در دولت‌های غربی که در واقع یک بازی برد برد رو با روسیه پیش میبرن و بخشن با درس گرفتن از خود کارهایی که روسیه و تاکتیکایی که روسیه در رابطه با انتخابات آمریکا و همچنین در موارد دیگری در زمانی که کریما رو به اصطلاح ملحق کرد به روسیه به کار برده، به این معنا که دولت‌های غربی مدام از این خطر حرف میزنن که اگر احیاناً دولت روسیه این حمله رو انجام نده، اونها در واقع به پرستیژ پوتین در داخل کشور به خصوص در اروپای شرقی صدمه خواهند زد که علارغم بسیج 100,000 نیرو کاری از پیش نبرده یا عمل مشخصی انجام نداده. اگر هم احیاناً حمله بکنه، باز در بهترین حالت در چیزی شبیه افغانستان دهه 80 میلادی دوباره تکرار خواهد شد، با این تفاوت که اوکراین از حمایت‌های بسیار وسیع‌تری از برخوردار خواهد بود از غرب و ناتو. در نتیجه من فکر میکنم که غربی‌ها تلاش میکنن که به اصطلاح امتیازات بیشتری از روسیه بگیرن و روسیه هم در این حال خب بالاخره اون نگرانی هایی که آقای بروجردی اشاره کردن، آقای طبکی هم گفتن، خب وجود داره. ژئوپلیتیک اون منطقه جوری هست و تاریخ روسیه طوری هست که بسیار نگران هست در مرزهای غربیش نیروهای غربی وجود داشته باشن. در این حال در مورد اقلیت روس‌تبار، خب اوکراین هم یک سری خواستایی هست در رابطه با یک دولت غیر متمرکز و همه اینها و به خصوص آرشیتکت به اصطلاح معماری امنیت اروپای شرقی هم بخشی از درخواست روسیه است که به نظر یکم درخواست حداکثری به نظر میرسه، ولی خب بالاخره اگر بر سرش حرف بزنن احتمالاً میانه راه دو طرف به هم برسن. بسیار خب، آقای بروجردی، شما فکر میکنید، به اشاره کردید به دلایل امنیتی و به نگرانی های امنیتی که روسیه داره، چه چیزی میتونه کار رو به اینجا نرسونه و اصولا الان چه تضمین امنیتی اگر که ناتو و کشورهای غربی به اوکراین بدن، به روسیه بدن، قضیه ختم به خیر خواهد شد، به جنگ نمیکشه؟ عرض کنم که ببینید، در عرض 30 سال گذشته ما شاهد این بودیم که 3 کشوری که عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند و همچنین 9 کشوری که از کشورهای اروپای شرقی بودند مثل لهستان و مجارستان و غیره اومدن به ناتو پیوستن. این مسئله از همون ابتدا در این مدت 30 سال هم یادمون باشه 23 سالش را آقای پوتین در رأس کار بوده. پوتین به مراتب در دوره‌های مختلف این ابراز نگرانی رو کرده. برای مثال من یادم است که در کنفرانس 2007 در مونیخ در اونجا اقدامات تهاجمی امریکا رو مورد نقد قرار داد. یک سال بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در کنفرانسی در بخارست ناتو گفت که ما اگرچه الان اوکراین رو به عنوان عضو نمی‌پذیریم، ولی علاقمند هستیم که در آینده این مسئله صورت بگیره. در 2013 ببخشید، پوتین همچنین به اوکراین فشار آورد که یک قرارداد اقتصادی رو با اتحادیه اروپا امضا نکنن. پس نگرانی که پوتین و روسیه از نزدیکی اوکراین به غرب داره مسئله تازه‌ای نیست و حداقل 14-15 سال که به شکل جدی راجعش دارن صحبت کردن. چه می‌خواهد؟ آقای پوتین داره میگه که ما 2 چیز خاص رو حداقل تا به حال روی میز گذاشته. یکی این که یک توافق حقوقی بشه مبنی بر این که ناتو به مرزهای به اصطلاح مجاور روسیه وارد نشن، اگرچه میدونیم که در کشورهای مثل استونی و لاتویا این مسئله صورت گرفته، ولی خب برای اوکراین کشور بزرگتری است و بنابراین نگرانی بیشتری رو برای دولت روسیه رقم میزنه. و دوم، کم کردن نیروهای نظامی خودش است در منطقه. اینم به خاطر بسپاریم بخش دیگری از نگرانی بابت چی است؟ برای اینکه در 2019 در زمان آقای ترامپ امریکا توافق نیروهای اتمی میان بردی رو هم که با روسیه داشت اومده اونها رو چیکار کرده؟ به اصطلاح اون معاهده رو ترک کرد. بنابراین من فکر میکنم از لحاظ تاریخی شاید بشه گفت که این مسئله امروزه اون وجهی رو پیدا کرده که مثلا مسئله سال 1962 و بحران کوبا راجع به گذاشتن موشک در یک کشور مجاور برای امریکا ایجاد کرد.
بسیار خوب آقای عطابکی، همین خط صحبت آقای بروجردی رو پی بگیریم. ببینید در 1962 آمریکا به طور جدی ایستاد در قبال فشارهایی که اتحاد جماهیر روسیه به شوروی اعمال داشت میکرد، منجر شد به اینکه هر دو طرف بالاخره به یک جایی برسن، یک جایی در این میانه همدیگر رو به توافق بکنن و به هر حال بخشی از شرایط همدیگر رو بپذیرن. میتونست به یک بحران جدی و تمام عیار اتمی منجر بشه. خیلی معروف هست این قضیه. در شرایط فعلی فکر میکنید چرا کشورهای غربی و به خصوص آمریکا به نظر نمیرسه که قضیه رو خیلی جدی گرفته باشن یا حاضر باشن تا یه حد زیادی براش ریسک بکنن؟ من مطمئنم به این پرسش شما پاسخ میدم. اجازه بدید در ادامه صحبت دکتر بروجردی که از کنفرانس مونیخ 2007 نام بردن اشاره کنم که در همون کنفرانس 2007 که به داوری من نقطه عطفی بود در سیاست گذاری های جمهوری فدراتیو روسیه، آقای پوتین اشاره کرد، گفت این جهان رو ما قبول نداریم، این جهان تک قطبی رو ما قبول نداریم، ما باید به عنوان یک ابرقدرت در این جهان نقش داشته باشیم و سهم داشته باشیم. یک سال بعد ابخازیا به دست سپاهیان روس اشغال شد و بعد 7 سال بعد شبه جزیره کریمه توسط سپاهیان روس اشغال شد و از اوکراین جدا شد. نگارش که انگیزش آقای پوتین ترکیبیه از نوعی کمونیسم روسی و نوعی ناسیونالیسم و این دوز ناسیونالیستی همچنان باید گویا بهش اضافه بشه. من باور بر این ندارم که اوکراین خط پایانی تک خط قرمز آقای پوتینه. به هیچ وجه نیست. اگر داستان اوکراین تمام بشه، مسئله 11 عضو پیمان ورشو هستش که تمامی این 11 عضو، آلبانی البته از عضویت بیرون آمده بود، بعداً پیوست، تمامی این 11 عضو به عضویت پیمان ناتو در آمدند و در حال حاضر در میانه صحبت‌های آقای پوتین هم میشه نشانه‌ای از نگرانی‌های پوتین رو دید. نگرانی‌هایی که میگه که مسئله رومانی برای ما مطرحه، مسئله بلغارستان برای ما مطرحه، مسئله سازکارهای ناتو در این کشورها برای ما مطرحه. یعنی اوکراین هم که تمام بشه، مسئله بازگشت به سرزمین موعوده. سرزمین موعود یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با مرزهای تعیین شده و فراتر از اون، البته این خانش قرن 21 خودش داره، شوروی هیچ وقت بر نمیگرده، اما مرزها میتونن مرزهایی باشن که در حقیقت بتونه خورند و پسند سیاستگذاری های پوتین و حلقه کوچک کرملین باشه. چقدر فکر میکنید که روسیه و به خصوص شخص پوتین قادر هست؟ به هر حال سن و سالی از او گذشته، 20 چند سال در قدرت بوده و الان در حال حاضر چقدر این شرایطی که پیش آمده تحت تأثیر قدرت واقعی اونه، چقدر تحت تأثیر ناتوانی دیپلماتیک آمریکا به عنوان ابرقدرت که قادر نبوده اون پاسخ درخورند رو به او بده و در این حال به نوعی سردرگمی غرب هست در پاسخ دادن به شرایطی که پیش آمده. اگر تو کریمه جلوشو گرفته بودن این اتفاق نمی افتاد. اگر در هر کدوم از قدم های بعدی که برداشته و به سمت این آمده که اوکراین رو تصرف بکنه جلوش ایستاده بودن این اتفاق نمی افتاد. می افتاد اینجا نبودیم الان. ببینید خانم دکتر ثابت، جهان ما قرن 21 قرن 20 نیست، تمام شد. اون جهان دو قطبی، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا تمام شد. پرونده شما در حال حاضر شاهد زایش قدرت‌های منطقه‌ای و ابرقدرت‌های تازه هستیم مثل چین. در این ستیز رو باید، در این بستر باید نگاه کرد که جمهوری فدراتیو روسیه طالب چه هست. طالبی هستش که یک امپراتوری داشته باشه با حوزه نفوذ زبانی، نفوذ فرهنگی و حتی اگر ممکنه نفوذ در حقیقت ایدئولوژیک. و من به هیچ رو در پی نیستم بگم که این خواست مردودیه در قبال خواست ایالات متحده امریکا. میخوام بگم که آقای پوتین چنین میخواد و در اینجا گمان نمی کنم آقای پوتین وقع چندانی به حق ملل برای تعیین سرنوشت خودشون بگذاره، چنان که ژنرال فرونزه در سال در سپتامبر 1920 هم وقتی بولشویک‌ها به قدرت رسیدن برای مردم بخارا هیچ حرمتی قائل نبود و ارک عالی بخارا رو به توپ بست. این در حقیقت اون وجهی از اندیشه، از انگارش آقای پوتین که من ازش به عنوان کمونیسم روسی نام بردم. بنابراین من فکر میکنم در چنین وضعیتی که ما داریم، روسیه یا باید قبول کنه که قدرت منطقه‌ایه،
یا اگر بخواد قدرت جهانی باشه، ابر قدرت بشه، باید بهایی رو بپردازه که آمادگی نه تنها اون حلقه کوچک کرملین رو با خودش داشته باشه، بلکه افکار عمومی روسیه رو داشته باشه، از اون فراتر اون زمینه اقتصادی برای پاسخی از این دست فراهم باشه که به داوری من چنین نیست. بسیار خوب آقای متین، نگاهی بکنیم به سمت و سوی سیاست‌های غرب و آمریکا به خصوص. آیا واقعا بایدن در قد و قامت رئیس جمهور یک ابرقدرت ظاهر شده در این بحران‌هایی که در چند وقت گذشته شاهدش بودیم؟ اگر اتفاق افغانستان نمی‌افتاد، آیا روسیه الان اینجایی بود که هست، همین تصمیم‌ها رو می‌گرفت، همین مسیر رو می‌رفت؟ بله، خب در این رابطه چند نکته هست. یکیش برمیگرده به اون سوال پیشینتون. اگر به لحاظ قانونی نگاه بکنید، خب اوکراین عضو ناتو نیست. در نتیجه حمله یا تجاوز به خاکش الزاماً اون ماده 5 منشور ناتو رو به اصطلاح فعال نمی‌کنه که بر اساس اون کشورهای دیگر عضو ناتو به کمک اون کشور خواهند رفت. در این حال آمریکا نگران به اصطلاح روابط اقتصادی گسترده‌ای هست که بین روسیه و بعضی از کشورهای اروپای غربی به خصوص آلمان از طریق این رودخانه گاز نورد استریم 2 که در حال احداث است، یعنی تمام شده واقعا، فقط راشتاگ به اصطلاح پارلمان آلمان مونده که اون رو تایید بکنه. نگران این هست که خب بالاخره اینها رو از اون جبهه‌ای که بالاخره آمریکا در سطح جهانی داره علیه روسیه و چین دور بکنه، یا بالاخره اشتیاق اونها رو برای فعال بودن در این جبهه کم بکنه. به این دلیل سعی میکنه که مسئولیت رویارویی با روسیه رو در رابطه با اوکراین یا اروپای شرقی تا حد ممکن تقسیم بکنه بین همپیمانان اروپاییش و خودش مستقیما خیلی وارد عمل نشه. و بخشی از این اعلام‌های مکرری که گویا روسیه در آستانه حمله است، بخشی به این دلیل هست که میخوان رو آلمان به طور مشخص فشار بیارن که در مورد نورستریم 2 رسما موضع بگیره، بگه که اگر حمله بکنه ما این رو به اصطلاح لغو خواهیم کرد، که آلمان هنوز این رو نگفته رسما، موکول کرده به بعد از حمله احتمالی. ببینید آقای متین، نقش ناتو رو باید اینجا چگونه دید؟ به هر حال ناتو اگر که اون موقع چراغ سبز نمیداد، میگفت هر وقت اوکراین راضیه میتونه به ناتو ملحق بشه و در میدونست که این مسئله برای روسیه از نظر امنیتی حساس خواهد بود، ولی با وجود این تصمیم اون موقع بود. در حال حاضر ناتو واقعا آیا از اوکراین حمایتی خواهد کرد؟ چون نیروهای بریتانیایی دارن خارج میشن از اوکراین. در صورتی که حمایتشون غیر مستقیم هست دیگه، نیروی سرباز ناتو رو در اوکراین نیست، ولی میزان عظیمی از تجهیزات نظامی، موشک فلان، همه اینها در اونجا هست. در از زمان کریمه به این ور خب نیروهای اوکراین آموزش دیدن، منظم‌تر شدن، بهتر مجهز شدن. و اتفاقا من فکر می‌کنم که آمریکا اصلا بعدش نمیاد اتفاقا پوتین حمله بکنه، چون اوکراین رو تبدیل به یک باتلاق ژئوپلیتیک بسیار بزرگی برای روسیه خواهند کرد و پوتین هم از این زرنگ‌تره که این رو نفهمه. ولی خب اون بخش وچه و پرستیژ بین‌المللی مطرحه و اون چیزی هست که آمریکایی‌ها خب سعی می‌کنن که در واقع این امتیاز رو در این به اصطلاح جنگ اطلاعاتی فعلی بگیرن. و ضمناً من قبل از اینکه بیام رو برنامه‌تون، دیدم که تو اخبار هست که گویا روسیه یک یادداشت مکتوب به ترکیه داده که حمله نخواهد کرد و در واقع به دنبال تنش زدایی هستن. اما اینکه در مورد اینکه آمریکا به قول شما به اصطلاح واقعا در قامت یک ابرقدرت ظاهر شده، این خب بستگی به این داره که خب ما تعریف ما از این مسئولیت یک ابرقدرت چی هست. بخشش هم این هست که همونطور که آقای عطابکی گفتن، دوران خب بالاخره تک قطبی بعد از جنگ اول خلیج فارس، اشغال کویت و حمله آمریکا به بعد، از اون به بعد در حال بازارایی هست و ما یک جهان در بهترین حالت چند قطبی، در بدترین حالت چند قطبی رو داریم. یعنی خب آقای متین، اون جایی که قراره که نقش ابرقدرت رو ایفا کنن و در قامت یک قدرت ظاهر بشن، واقعا واکنش‌های بسیار ضعیفی می‌بینیم. اون جایی که قرار نیست، خب اولا انتظاری ازشون نمیره، اون وقت اونجا ادعای ابرقدرتی دارن. یعنی بالاخره تکلیف آمریکا معلومه با خودش در عرصه بین‌الملل. بله، من فکر می‌کنم که آمریکا به درستی تشخیص داده که روسیه تهدیدی برای آمریکا نیست واقعا. به لحاظ اقتصادی هیچ وزنه آنچنانی نیست. روسیه کشور راندخار نفتی هست. در بهترین حالت یک ایران ضرب در مثلا 3 هست به لحاظ تولید نفت. شما نفت رو از روسیه بگیرید به اضافه کلاه که هسته ایش، چه تأثیری برای اقتصاد جهانی داره؟ چه رقابتی با آمریکا میتونه بکنه؟ به این دلیل من فکر می‌کنم تا اونجایی که به منافع مستقیم آمریکا مربوطه، اونها فوکوسشون رو، تمرکزشون رو به درستی روی چین قرار دادن و حتی برخوردشون هم با روسیه بیشتر از سر این هست که به اصطلاح یک حلقه چین و روسیه در آسیای غربی شکل نگیره، وگرنه هدف اصلی اونها مهار چین هست. روسیه به اصطلاح تهدید استراتژیکی برای
نظم جهانی که حالا آمریکا خودش رو منادیش میدونه یا رهبرش، به لحاظ اقتصادی نیست، به لحاظ نظامی شاید، ولی به لحاظ اقتصادی واقعا نیست. به این دلیل هم به طور کجدار و مریض و از طریق به اصطلاح همپیمانان اروپایش میخواد مهارش بکنه. ممنونم. آیا تو بگی چیزی میخواستیم بگی؟ نه، من در تایید صحبت دکتر متی میخواستم بگم که خب کاری که غرب با اوکراین کرده از سال 2015 به این طرف، خب دست کمی از عضویت اوکراین در ناتو نداره. همه کار رو کرده، فقط عضویت ناتو رو اعلام نکرده. یعنی ما در حال حاضر تمام تسهیلات نظامی رو در اختیارشون گذاشته، کارشناسا اونجا دارن آموزش میدن. ارتش اوکراین اون ارتشی نیست که 2014 بود و نتونست در برابر روسیه در حقیقت خودی نشون بده. یعنی وضعیت چنان چیدمانی در حقیقت ما داریم که به هر صورت اوکراین اگر روی کاغذ هم با عضویت ناتو در نیومده، ولی در عمل به عنوان یکی از همکاران جدی ناتو است. و این دقیقاً اون چیزی است که ناتو با طرح ناتو برای زمان صلح پیش کشید. یک دو جین از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو رو از همین راه به همکاری با ناتو دعوت. من در این رابطه فقط این نکته رو عرض کنم که منظور من این بود که به لحاظ حقوقی این توجیه هست که حالا آمریکا و ناتو دارن که بله چون عضو نیست ما زمان نمیایم، ولی به قول شما چیزی کم از عضویت نیست به لحاظ نظامی. یک نکته دیگه هم این هست که فکر کنم آقای بروجردی هم شاید گزارش اشاره کردن که در زمان انحلال اتحاد شوروی آقای گورباچف، پوتین و روسیه کلا معتقدن که آمریکا یک ضمانت داده به اتحاد شوروی آن زمان که ناتو به سوی شرق گسترش پیدا نکنه، در حالی که علارغم اون قول که البته حالا از نظر روسیه متأسفانه مکتوب نیست، ناتو مدام گسترش پیدا کرده و دیگه به اصطلاح صبر روسیه به پایان رسیده و نمیخواد که اوکراین هم به اصطلاح ملحق بشه. و به این دلیل بحث اروپای شرقی کلا مطرح شده که به اصطلاح کشورهای به قول اونها فرونت لاین، یعنی کشورهایی که مرز زمینی با روسیه دارن، نباید به هیچ عنوان جزء ناتو باشن. حالا اون بخش از اروپای شرقی که مرز زمینی مستقیم نداره، بحثش از نظر روسیه یکم متفاوته. بسیار خب آقای بروجردی، اگر در مورد همین موضوع شما نظری دارید بشنویم، وگرنه که بریم سر محور بعدی. نه بفرمایید، سر موضوع بعدی. بسیار خوب. ببینید، شما فکر میکنید در شرایط فعلی سازمان‌های بین‌الملل، به خصوص سازمان ملل متحد که در چندین و چند مورد واقعا انفعال ازش دیده میشه، الان میتونه نقشی ایفا بکنه؟ یا اصلا اصولا تا الان چه اقدام عملی و جدی دیدیم؟ اگر اساس تشکیل سازمان ملل به هر حال برای جلوگیری از درگیری و جنگ و تنش بین دولت‌هاست، الان کجاست سازمان ملل؟ نه، حقیقتا من فکر نمی کنم این در این بحران فعلی سازمان ملل نقش اساسی رو داشته باشه. واقعیتش اینه که کشورهایی که درگیر مسئله هستن به طور عمده، یعنی امریکا و تا حد در درجه دوم کشورهایی مانند آلمان که خب همونجور که دوستان گفتن به خاطر بعد مناسبات اقتصادیش با روسیه مهم میشه، اینها هستن که حرف آخر رو خواهند زد در فیصله دادن به این به اصطلاح بحرانی که ما روبروش هستیم. ببینید، واقعیتش این است که من اینو اشاره بکنم، واقعیتش این که از نگاه من ارتش اوکراین نه تعداد سرباز، نه آمادگی و نه تسلیحات، با وجود همه کمک‌هایی که کشورهای غربی بهش کردن رو داره، که در مقابل این 130 هزار تا نیرویی که روسا تا به حال آوردن به مرز، بتونه به اصطلاح خودی نشان بده. بنابراین نتیجه مثبته، ولی همونجوری که دوستان میگن واقعا باید فکر کرد که از نگاه پوتین در این بازی شطرنج ایشون چی فکر میکنه راجع به اینکه چه آسهایی در دست داره که میتونه برای مثال تحریم های غرب رو بی اثر بکنه. این هم دست پوتین آنچنان خالی نیست. اجازه بدید اینو من اشاره بکنم که ببینید، ذخایر ارزی روسیه امروز بسیار بالاست، اوراق بهادار بسیار کمی در دست افراد غیر روسی وجود دارن که بخوان اقتصادش رو زمین بزنن، سرمایه مثل اون صندوق سرمایه ملی که گذاشتن بالغ بر 180 میلیارد دلار پول درش ذخیره شده. با نظر گرفتن اینکه امریکا مایل به یک درگیری نظامی با روسیه نیست اگر این حمله صورت بگیره، بحث میره سر اینکه از لحاظ
اقتصادی شما میخواین چه شکلی اونها رو تنبیه بکنید، که در حوزه تنبیه هم من فکر میکنم روس‌ها میتونن تا مدت زیادی دوام بیارن که بخوان شرایط رو عوض بکنن. حالا از این مثلا بگذاریم که کشورهای اروپایی مانند فرانسه و عرض کنم آلمان هم مشکلات خودشون رو دارن که در این رابطه آیا واقعا این وسط زینف خواهند بود یا مسئله احتمالاً عدم فروش گاز به این کشورها میتونه آینده بعدی رو براشون رقم بزنه. اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم. به هر حال اهرم گاز اهرم بسیار مهمی است. اگر که روسیه قصد بکنه که گاز به اروپا صادر نکنه، خب اروپا به بحران میره. همین الان هم قیمت نفت افزایش پیدا کرده از وقتی که راجع به این بحران داریم میشنویم. فکر میکنید که واقعا اروپا حاضر باشه این وسط موضع جدی در برابر روسیه بگیره؟ ببینید، اولا از نگاه روسیه بهش نگاه بکنیم، اگرچه اونها میتونن از نفت فرستادن گاز به عنوان یک حربه سیاسی استفاده بکنن، ولی باید این فکر رو هم بکنن که تأثیرات درازمدت این مسئله چه خواهد بود. یعنی به عبارتی آیا این کشورهای اروپایی سعی خواهند کرد که دایورسیفای بکنن، برن به طرف به اصطلاح مشتری‌های دیگری مثل قطر، امریکا و غیره، بنابراین روسیه میتونه از این بابت هم ضرر ببینه. پس این فکر رو باید اونها در این مسئله انجام بدن. آخه ذخایر قطر و امریکا متفاوت است با روسیه. یک، روسیه بالاترین ذخایر رو داره در دنیا. دو، از نظر مسافتی خیلی نزدیک است به اروپا و الان همه اون سازوکارها امکانیت در کمترین اگر این خط لوله متوقف بشه، اینکه یک شوک جدی ایجاد میشه به بازار گاز اروپا، مگه نه؟ بدون شک اروپا در کوتاه مدت ضربه خواهد خورد، ولی همین الان هم اروپا شده یک مقصد مهمی برای صادرات گاز امریکا که قرار نبوده این مسئله باشه. امریکا این اروپا رو به عنوان بازار گاز در نظر نگرفته بود. حالا حتی این برای کشورهایی مثل ایران اگر مشکلات برجامی و غیره نبود، میتونسته یه چشمنداز ارتباط گازی رو با کشورهای اروپایی براشون برمقام بیاره. بچه‌ها، آقای عطابکی شما چه فکر میکنید؟ بذارید نخست بگم که در ادامه صحبت دوست خوبم دکتر بروجردی، من گمان نمی کنم که ارتش اوکراین قادر به مقابله با ارتش روسیه باشه، هرچند که حمایت ناتو رو داره و در حقیقت اون تسهیلات هم در اختیارش گذاشتن. اما پرسیدنیه که وقتی اگر که به این سناریوی نامحتمل شکل بگیره و روسیه به اوکراین لشکرکشی کنه، بچه یک حکومت دست نشانده میخواد تو کیف بذاره و نمیتونه اینو به امان خدا رها کنه، باید این حکومت دست نشانده رو حمایت کنه. چگونه حمایت کنه؟ یعنی نیروی نظامی دائم داشته باشه، حداقل شبه دائم داشته باشه. و بچه این یعنی در حقیقت نوعی تقابل با مردم. ما اینجا نادیده میگیریم که مردم هم اینجا، مردم اوکراین هم مهمن. این مردمی بودن که اعتراضای اجتماعی رو در میدان سامان دادن و نمیشه نقششون رو نادیده گرفت. این از نکته نخست. در مورد انرژی اجازه بدید که اشاره درستی میشه به وابستگی اروپا به گاز روسیه، در این جای تردید نیست. اما اونور داستان رو هم بگیریم، 11 میلیارد دلار خرج نورد استریم 2 شده که بخش بزرگیش رو روسیه تامین کرده. قرار بوده که بخش صادرات گاز روسیه به اروپا از قبل شکلگیری این لوله گاز دو برابر بشه، درآمد بسیار بزرگی نصیب روسیه بکنه. و اگر قراره که این سناریو شکل نگیره، چه خواهد شد به اقتصاد روسیه؟ در کوتاه مدت ممکنه ذخیره ارزی روسیه به کنکش بیاد، ولی هنوز چین قول خرید نامحدود انرژی از روسیه رو به او نداده. همینجا اشاره کنم که لهستان هم یک پایانه گاز در دریای بالتیک درست کرده و قراره که نفت قطر و گاز مایع قطر و ایالات متحده امریکا رو بیاره، بخشش خودش استفاده کنه، بخشش به کشورهای اروپا. یعنی میخوام بگم گزینه‌های متفاوتی در حال حاضر وجود داره که میتونه تا یه اندازه اطمینان خاطر به اتحادیه اروپا بده و به آلمان به ویژه. 50% انرژی رو از اون لوله تامین میکنه، از گاز روسیه تامین میکنه، 35% انرژی اروپا از روسیه تامین میشه. اما اطمینان خاطرهایی وجود داره که برای کوتاه مدت روی اتحادیه اروپا با مشکل عظیم
اشاره میکنم عظیم کمبود انرژی روبرو نخواهد شد و میتونه به نوعی در حقیقت مدیریت بکنه اینجا. ولی همه اینها که برشمردید آقای عطابکی خودش به نوعی میتونه علائم هشدار برای روسیه باشه که تو این قضیه کوتاه نیاد، به خاطر اینکه در دراز مدت عملا بخش زیادی از سودهای جدی اقتصادی رو به خصوص در زمینه گاز که خیلی روش حساب میکنه از دست میده. ولی خب میتونه یه طرف دیگه هم برای روسیه این پیام رو بده که اگر دست از این سیاست گسترش مرزها برداره و اگر به نوعی قبول کنه که مردم جهان اجازه دارن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن از طریق صندوق رأی و از طریق انتخاب حکومت‌های در حقیقت منتخب مردم، دیگه لازم نیست که به جای اینکه ما در حقیقت به پیمان‌های بین‌المللی پایبند باشیم وارد ارتش خودمون رو به کشوری وارد کنیم و بخشی از شبه جزیره کریمیه رو به دست بیاریم. لازم نیست این کار رو بکنیم. ممنونم. آقای متین، شما فکر می‌کنید که این که مطرح میشه که چیزی مشابه قرارداد مینسک باید الان مورد توجه قرار بگیره چی هست؟ به خصوص که خب تجربه حضور روسیه در بلاروس و اون چیزی که اتفاق افتاد رو هم میدونی. بله خب اتفاقا یکی از بحثایی که الان هست در رابطه با اینکه تنش‌زدایی بکنن که این است که اون قرارداد مینسک رو اصولا اجرا بکنن، چون همه مفاد اون قرارداد اجرا نشده، من جمله همین تمرکز زدایی از دولت در اوکراین، نمیدونم بازگشت نیروهای اوکراین به مرز اوکراین و روسیه که عملا وجود نداره، به جاش نیروهای روسیه اصولا هستن. در نتیجه به عنوان یک نقطه آغاز احتمالا قابل بحث هست و یه چیز عملی هست، اینکه چقدر واقعا در این مقطع برای روسیه قابل پذیرش باشه بخواد بپذیره این بحث جداگانه هست، ولی در فقدان یک اراده به اصطلاح قاطع برای حمله و اشغال اوکراین قطعا این به نظر من یک راه برون رفت آبرومندانه هست که احتمالا روسیه شاید بخواد که انجام بده. یک نکته دیگه هم در رابطه با کل این به اصطلاح اصرار روسیه بر اینکه این دولت‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی به ناتو نپیوندن یا در حوزه نفوذش باشن، بخشش برمیگرده به اصطلاح نتیجه اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن demonstration effect که من واقعا نمیدونم به فارسی چطور میشه ترجمه کرد، ولی اینکه وجود مثلا یک دولت حالا لیبرال دموکراتی که در اوکراین انتخاب میشه از در انتخابات مردم رأی میدن و میاد در حکومت میمونه یه مدتی بعد میره، این چیزی نیست که برای کسی مثل پوتین خیلی خوشایند باشه، چون در روسیه هم بالاخره مردم میبینن که بغل گوششون یک کشور بزرگی است که درش انتخابات واقعی صورت میگیره و برخلاف کشور خودشون یک کسی نیست که اونجا 25 سال مثلا در صدارت باشه. از این لحاظ هم برای پوتین مهم است که دوروبر خودش نظام‌های سیاسی باشن که تقریبا شبیه به روسیه هستن و به قول معروف ایده های آنچنانی به مردم روسیه نمیدن. اما من کماکان فکر میکنم که بله، بعید هست که روسیه واقعا بخواد کل اوکراین رو اشغال بکنه و مصائبی که به دنبال خواهد داشت چیزی از افغانستان در دهه 80 میلادی براش نخواهد داشت. ببینید در ادامه صحبت اگر نگاه بکنیم دوباره به نقش آمریکا و به هر حال پاسخ‌هایی که از سمت آمریکا داره میاد، این که بایدن هم خبر آمده که آقای بایدن با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و گفته اگر که وضعیت از این به در واقع پیشتر جلو بره پاسخ قاطع و محکمی خواهد داد، این رو در عرصه دیپلماسی باید چه جوری تعبیر کرد؟ اگر که اونها ممکنه جنگ نخوان، آمریکا خواهان دخالت نیست، اینو فقط باید یک پروپاگاندای رسانه‌ای در نظر گرفت، چیزی در همین حد یا نه جدی‌تر و ممکنه واقعا پاسخی باشه در کنارش؟ من فکر می‌کنم در این رابطه به یک نکته جالب این هست که در این مدت که آمریکا گفته روسیه در آستانه حمله است، مدام هر روز تقریبا رئیس جمهور اوکراین مدام گفته که نه اوضاع عادیه و این به نفع ما نیست، لطفاً نگید اینو چون سرمایه‌های خارجی دارن کشورم فرار میکنن، پنیک کردن فلان و این جدی نیست. پس به نظر من اگر کسی که در معرض آتش روسیه هست خودش میگه که بابا مسئله خیلی جدی نیست، باید دید که پشت این پرو به اصطلاح نوع موضعی که آمریکا میگیره چه چیزی نهفته است، که من فکر میکنم همین مسئله است که مدام از این خطر صحبت میکنن که روسیه رو ترغیب بکنن اتفاقا به حمله و بعد اون به اصطلاح مشکلاتی که اشاره شد به اصطلاح براش ایجاد خواهد شد، و اگر هم حمله نکنه زمینه این که ناتو نیروهای بیشتری به اروپای شرقی فرسته هست که همین الان هم این کارو کردن در لیتوانی، در لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی. از این لحاظ من فکر می‌کنم اتفاقا تا اونجایی که به منافع آمریکا برمیگرده اتفاقا خیلی زیرکانه‌تر عمل کردن تا مثلا 2014 که کریمه اشغال شد.
آقای بروجردی شما چه فکر میکنید؟ مطرح کردن که به حال از قول مقام های اوکراین مطرح میشه که نگران نباشید و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. قاعدتا کسی که کشورش در مرز حمله است شرایط رو آرام‌تر جلوه خواهد داد. از یه طرف اینو ممکنه بگن و از طرف دیگه از کشورهای اروپایی انتقاد میکنن که چرا تجهیزات به اندازه کافی نفرستادن، چرا کمک نظامی به اندازه کافی نکردن. از آلمان من دیدم که هفته قبل گلایه کرده بودن که شما چرا 4000 تا کلاه نظامی فرستادید، مسخره کردید ما رو. بالاخره اوکراین داره خودش این وسط چیکار میکنه؟ بله، خب ببینید، واقعیتش اینه که همونجوری که دوستان میگن اوکراین خیلی علاقمند نیست که این درگیری صورت بگیره، چون فکر میکنم سرانجامش برای همه مشخص است، چه در میدان نظامی چه از حوزه‌های دیگه. خب ببینید، علاقمند نبودن یک مسئله است، واقعیت روی زمین یه چیز دیگه است. 130,000 تا نیروی روسیه در کنار مرزهاشن. از سوی دیگه داره میگه که نه، نگران نباشید، قرار نیست اتفاق بیفته. خب این رو اشاره کردن آقای متین که میگه خب سرمایه‌های خارجی قرار نیست از اوکراین برن، یا به هر حال تلاش خواهند کرد که ایجاد نگرانی نکنن. اما اتباع آمریکا ازشون خواسته شده خارج بشن، اتباع بریتانیایی ازشون خواسته، خیلی از کشورها از شهروندانشون خواستن که کشور رو ترک کنن، چون اگه اتفاق بیفته نمیتونن نجاتشون بدن. خب کاملا درسته، این یک اقدام معقولی هست برای کشورها که اتباع خودشون از یک حوزه بحرانی بخوان بیرون بکشن. نه، منظور من این بود که ببینین، دولت شما اگه از دولت آقای زلنسکی به مسئله بخواید نگاه بکنید، نه تنها در حوزه نظامی رقیب روسان نمیتونین بشین، بلکه حتی سیستم برق اوکراین متصل است به سیستم برق روسیه. یعنی حالا از حملات سایبری بگذاریم، فقط شما این که آقا برق این کشور رو خاموش بکنین، یک بحران وحشتناک ملی برای این مملکت ایجاد کردین. این برای همین هم است که شما میبینین که الان چانسلر آلمان در راه رفتن هست به اوکراین و بعدش هم به مسکو برای اینکه این مذاکرات رو ادامه بدن. به نظر من از نگاه دولت اوکراین این مسئله سعی میکنن که با یک توافقی صورت بگیره و نه جنگ بشن، چون اونا به قول اون ضرب المثل معروف وقت دوتا فیل میجنگن چمن هست که ضربه خواهد خورد، این وسط اوکراین چمن خواهد درسته، و بنابراین منطقی است که از طرف اونا نخوان چه چیزی صورت. و اینجا خب دوباره باز پای کشورهای دیگر به میان خواهد آمد و تضمین هایی که اونها باید به روسیه بدن. خب بله، اینم فکر میکنم به هر حال این بحران اوکراین در ادامه مسئله کریمه که در 2014 صورت گرفت، بدون شک فکر میکنم که پایتخت‌های اروپایی رو مجبور خواهد کرد یک تجدید نظری در روابطشون درازمدت بخوان با روسیه بکنن. شاید احتیاج به یک به اصطلاح توافق جدی دیگری وجود داره تا آنچه که امروز به اصطلاح حاکم بوده. ببینید، یادمون باشه برای اروپا هم این مسئله تبعات مختلفی داره. اوکراین دومین کشور بزرگ اروپا است و فقیرترین کشور اروپا است. بله. و درگیری جنگ به معنی این هست که شما میتونین صدها هزار اگر نه بیشتر به اصطلاح آواره از اونجا هم بخواید داشته باشین که باز هم به طرف این کشورها گسیل داده خواهند شد. ضمناً یادمون باشه حتی اگر به نظر من که خب امریکا چیزی فراسوی یک سیاست تحریم نمیتونه در قبال روسیه در پیش بگیره، چون علاقمند به درگیری نظامی نیست، و حتی در اون حوزه هم دست امریکایی ها میتونه یک مقدار دست موفقی نباشه. ببینین، برای تحریم یک کشوری مانند روسیه شما واقعا احتیاج دارین به اینکه این 27 کشور اتحادیه اروپا با شما همراهی کنه. ما تا همین الانش میبینیم که مجارستان گفته من چنین کاری رو نمیکنم، درسته؟ آلمان میبینیم که شک داره راجبه این که چیلو از دو طرف زبانش سخن میگه راجبه این که واقعا آیا تحریمایی رو راجبه روسیه اعمال خواهد کرد یا نه. اینها هستن از اون سوی دیگه. اما اگر ما جای آقای پوتین نشسته باشیم، یک نگرانی های دیگه داریم. بله، تحریم ها میتونه انقدر از این حوزه مفید نباشه، اما اقتصاد روسیه اقتصادی است که بسیار بیشتر از مثلا اقتصادی مانند ایران در بازار جهانی به اصطلاح ادغام شده، درسته؟ پس بنابراین تحریم های مانند تحریم سویفت یا تحریم های بانکی میتونه برای روسا در اینجا خیلی اثرات بیشتری داشته باشه. حالا بگذاریم از این که دوستان و نزدیکان آقای پوتین هم در جاهایی مثل لندن که شما تشریف دارین سرمایه گذاری های هنگفتی کردن و نگران از دست دادن این نوع سرمایه گذاری هم هست.
برحال غرب در طی سالها نشون داده که چه از پول سرداران ایران چه از پول اولیگارش‌های روسی کاملا استقبال میکنه، یعنی براشون فرق نمیکنه پول از کجا میاد، میتونن بیان به غرب. آقای اسفاکی در چند دقیقه پایانی هستیم، یک کمی به نقش آمریکا و به خصوص خود بایدن دوباره اگر ممکنه بپردازیم. از یک سو هشدار میده که اگر جنگی در بگیره جنگ جهانی سوم راه خواهد افتاد، از سوی دیگر نشانه‌ها به گفته آنچه که شما هر سه اشاره کردید میگوید که آمریکا خواهان جنگ نیست و واقعا دخالتی نخواهد کرد اگر کار بیشتر پیش بگیره. فکر میکنید در یک همچی وضعیتی واقعا باید نقش آمریکا رو چگونه دید؟ آیا آمریکا خودش داره کمک میکنه به حل مسائل یا باعث میشه که قدرت ها از این وضعیت و از خلای پیش آمده استفاده بکنن برای گرفتن اون چیزی که میخوان، نه لزوما جنگ؟ اجازه بدید بگم که در این وضعیت امروزه اگر بخوایم نگاه کنیم، یک باید پوان برنده شدن رو به آقای پوتین ببخشیم. نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. فعلا که بلاروس گرفت، ارتششون رفته اونجا و آقای الکساندر لوکاشنکو گفته که من رو هم به درجه سرهنگی تمامی جمهوری فدراتیو روسیه شما مفتخر کنید. بنابراین بلاروس رفت، به دست آقای پوتین افتاد خیلی آرام. اما نگاه بکنیم به نظر من دو گزینه شاید وجود داشته باشه که نقش امریکا رو برجسته میکنه برای خروج از این بحران. یعنی وقتی اشاره میکنیم که از طریق دیپلماتیک میشه این بحران حل بشه و دو طرف میخوان این کار رو بکنن، چه پیش رو دارن؟ این داوری من. نخست این که ایالات متحده امریکا بایدن با پوتین قراردادی رو بنده، یعنی توافقی بکنن، گفتگوهایی بکنن که به نوعی از توانمندی ناتو در مرزهای روسیه کاسته بشه. این قبلا هم بوده، ما پیشتر هم این کار داشتیم. یکیه. نقطه دومی که میتونن بکنن این که به تفاهم نرسن و روسیه وضعیت رو همین طور که هستش نگه داره، در حالت انجماد سربازانش هم بخشش نگه داره، فشار روی دولت اوکراین بذاره، نقد، یعنی رفتار ایزایی داشته باشه که به داوری من به نقد داره، به نوعی در حقیقت به مردم اوکراین بگه ببینید حکومتی سر کار دارید که شما رو در تقابل من کشیده، و امید داشته باشه در انتخاب بعدی با حمایت روسیه یک حکومت دست نشانده از صندوق آرای به قول مهندسی شده در بیاد که منافع روسیه رو بتونه پاس بداره. بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی که از آمستردام همراه ما بودند، کامران متین استاد روابط بین‌الملل از برایتون، و مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویژینتک از لس آنجلس، و سپاسگزارم از شما.